هفته پیش رو اونا درست میکنن. کی؟ شما اونا هم به اون بدون. آره من گفتم بخواهیم دور بخواهیم. خیلی خوب. سوال نیاداری؟ سایت هم هست. خب سوال نیاداری؟ سوال نداری؟ خیلی خوب. من سوال بپرسم ازتون. ها بی حالی؟ چی کارتون کنی؟ دیگه حضوری هم اومدیم دیگه چی کارت بکن؟ شوری هیجانی؟ خب من دفعه پیش چیز کردم دیگه، معادله شرودینگر رو نوشتیم توی فضای مکانه، فضای مکان، و بعدش هم حالا یه سری تعبیرها کردیم. چیزی که داریم الان دیگه، من ساخت و سازم تقریبا به پایان رسیده. ساخت و سازم به این معنی که هی کورمال کورمال دست کشیدم، هی نتایج آزمایش رو هی این ور اون ور کردم. حالا یه دونه چیز دارم، یه دونه نظریه دارم. نظریه هم چیه؟ نظریه هم اینه که برای توصیف دنیا تو مقیاس کوانتومی، به جای اینکه مثل کلاسیک مثلا میخوام یه ذره رو توصیف بکنم، به جای اینکه بگم جاش کجاست و سرعتش چیه که در واقع تکانش چیه، من یک تابع میدم توی یه فضایی که بهش میگم فضای حالا برداریم. پس ببینید، من یه چیز دارم میسازم کوانتوم، و یه دونه چیز دارم کلاسیک. فعلاً هم دارم در باید یه تک ذره صحبت میکنم. توی کلاسیک میگیم که هر ذره با مختصه های مکانی و تکانش مشخص میشه. توی کوانتوم میگیم که هر ذره با تابع حالت داده میشه. من اگر بخوام بگم ذره چیه، اینجا میگم آقا یه ذره دارم در این نقطه با این تکانه. تو این یکی من یه تابع حالت باید بدم. حالا تابع حالتم فعلا باید اول فضامو مشخص کنم. اینجا مثلا گفتم فضا مثلا R3، اینجا هم بستگی به سیستم هم داره، ولی به طور طبیعی اگر همون چیز بخوام بکنم، تابع حالتم قاعدتا یه دونه سایه X یا در واقع سایه R. این کمیتیه که من باید بدم تا وضعیت سیستم رو مشخص بکنم. دینامیک اینجا با معادلات نیوتن یا مشابه آن داده میشه. یعنی میگم پی نقطه هست یک نیرو که این میتونه تابع آر و احتمالاً آر نقطه باشه. اینجا من چیزی که میدم اینه که معادله چیز تحول از معادله شرودینگر داده میشه.
که بیم یه آیچ خط دی سای به دی تی هستش. حالا اچ سای که تو این حالتی که ما نوشتیم منهای دی دو سای به دی ایکس دو به علاوه وی سای. این چیزیه که من خب میتونم ببینم که اینجا x چجوری عوض میشه، p چجوری عوض میشه. اینجا من میتونم سای رو جذب کنم. کلاسیک تقریبا اینجا تموم میشه، یعنی ما میگیم که خیلی خوب، پس من p و مکان رو میخوام، اینم معادلاتش، باید بشینم حل بکنم تا در بیارم. جان میکروفون قطعه؟ آره. الان بست. خب پس من اینجا دیگه کلاسیک تموم میشه، اما کوانتوم اینجا تموم نمیشه، در اینکه من باید تعبیر بدم از سای. چون سای چیه؟ چیزی که ما میدونیم یعنی که سای، حالا اندازه سای ایکس به توان دو در دی ایکس، این احتمال حضور ذره، این میشه احتمال حضور ذره در بازه ایکس تا ایکس به علاوه دی ایکس. این چیزیه که من چیز میکنم، تعبیر میکنم. و البته تعبیر یه چیز داره، یه داستان داره، و اون این که برمیگرده به اندازه گیری. این قسمت حساس ماجرا است. حساس ماجرا به این معنی که خیلی متفاوته با مکانیک کلاسیک و ما همچنان هم درگیریم باش. یعنی این مسئله این نیستش که من بگم آقا همینه، حل شد و دیگه هیچی نیست. ما هنوز درگیریم که اینو خوب معنی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی بیام با یه دستگاهی مکان جسم رو اندازه بگیرم، با این احتمال اینجا قرار میگیره. دقت کنیم، میگم اینجا قرار میگیره. یعنی من با اندازه گیری کاری که میکنم اینه که این تابع سایه ایکس رو عوض میکنم به تابعی که فقط هولوش اون ایکس غیر صفره، بقیه جا صفره. یعنی من انگار یه تحول دیگه هم دارم، تحول اندازگی. با اندازگیری سای عوض میشه. اگه یادتون باشه تو دستگاه اشتنگرلاخ هم مثلا من یه حالت میفرستادم، مثلا اسپین در اصل زد و انزه میگرفتم، اونایی که میرفتن بالا حالتشون تبدیل میشد به مثبت زد. اینجا من وقتی اندازه بگیرم مثلا بفهمم که مثلا این محور ایکسه، مثلا بفهمم که ذره تو این ناحیه است، یعنی سایم تبدیل میشه به اینکه همه جا صفره الا تو این ناحیه. مثلا اینطور ممکنه اول سایه هم مثلا اینطوری بوده باشه که اندازه به توان دوش احتمال رو میداده، بعد اندازه بگیرم از قضا اینجا در بیاد و این چیز میشه. پس من یه تحول اندازه گیری دارم. وقتی اندازه گیری میکنم با این احتمالات ذره اون حالت رو به خودش میگیره و تابع حالت تبدیل میشه به این که چرا این اتفاق میفته؟ چرا وقتی سای اینه؟ خب اینجا هم احتمال داره، اینجا هم احتمال داره. چرا اینجا رو انتخاب کرد و نه اینجا و نه اونجا؟ اینو ما میگیم کاملا تصادفیه، هیچ علتی نداره. یعنی اینطوری نیستش که خب یه چیزای اون تا هستش که معلوم میکنه بالاخره اینجا میره یا اونجا. مثلا فرض کنید که شما یه سکه رو میندازید بالا و با یه احتمال شیر میاد یا خط، میگید 50-50 است.
ولی اگر من بهتون بگم که دقیقا با چه سرعتی زدم و با چه شما مقاومت هوا چقدر فلان چقدر باد میاد نمیاد اینا، آخرش میتونید حساب کتاب بکنید آه این بالاخره شیر میاد. اینجا ما میگیم هیچ علتی نداره، بدون هیچ علتی بدون هیچ دلیلی این مثلا فلان جا رو انتخاب. حالا این که چیزه، مثلا فرض کنید که من یه الکترون از اینجا میفرستم دو شکاف، اینجا یه چیزی دارم که میگیره الکترون، یهو یه لکه اینجا ظاهر میشه، ولی تابع حالت هم در تمام اینجا هستش، یهو همش هست میشه فقط میمونه اینجا. هر وقت ببین مثلا میگم اینجا ما یه دونه اسکر گذاشتیم مثلا فلورسنت، معلوم کن الکترون بخوره معلوم میشه کجا، وقتی دیدیم عوض میشه. آره وقتی اندازه گرفتیم عوض میشه. قبل اون یه تابع موج داریم. این در واقع همون جوابیه که ما دیدیم الکترونه یه جایی مثل موج رفتار میکرد یه جایی مثل ذره. این تیکه‌ای که ما اندازه گیری نمی کنیم و اینا یه تابع یه تحول شبیه مدل موج داریم. وقتی اندازه گیری میکنیم اون وقت میگیم آه اونجاست. یعنی بعد از اینکه نتیجه گرفتیم و اندازه گیری کردیم یعنی تابعمون رو باز میکنیم. آره یعنی در واقع ما یه تحول داریم که میگیم وقتی اندازه گیری کردیم، حالا قبلش مثلا تابع اگر اینو به عنوان یه ایکس بگیریم، تابع حالت ما مثلا چون اینطوری بوده که بعد احتمالش این به توان دو بوده، حالا در اومده اینجا، حالا تابع حالتمون فقط میشه این. بعد میتونه تحول جدید پیدا بکنه. چی؟ مادر شوردینگر ببین من گفتم که ذره به تابع حالت داده میشه. من باید تحول بدم، اگر مکانیک دارم می‌نویسم دینامیک باید بهتون بدم، میگم چجوری عوض میشه. توی مکانیک کلاسیک خیلی ساده است، همینو میدید تموم میشه. تو اینجا پیچیده است، برای اینکه من نمیگم x چجوری عوض میشه، نمیدونم این چیزا چجوری، میگم که آقا سای چجوری عوض میشه. سای یه چیزیه که در واقع به یه معنی من مستقیم اینو اندازه نمیگیرم، درنچه یه دیامیک دیگه هم دارم. من یه تحول سای دارم، یه تعبیر از سای دارم و یه دونه اندازه گیری که بعد اونم میگه که آقا سای یهو عوض میشه، پس اونم یه دینامیک. این دینامیک که اینجا نوشتم دینامیک شرودینگر، شرط اولیه بدید تا همه جا معلومه چی میشه، هیچ عدم قطعیتی نداره، عدم ناتعینی نداره. اما این تحول اندازه گیری کاملا چیزه، بدون دلیل میشه. مثلا نمیتونیم بگیم که چرا اینجا رو انتخاب کرد و اینجا رو انتخاب نکرد یا اینجا رو انتخاب نکرد. شما میگید مثل اینی که من یک کوپی رو بندازم اینجا، باید بگم که الان اونجاست به احتمال یک اونجاست، به احتمال شد هیچ جایی نه. نه نه این نیست. معنیش اینه که من یه توپی رو میندازم نمیدونم کجاست، وقتی ببینمش اون وقت حتما اونجاست. ولی قبل از اینکه ببین خب ولی چیز داره، تبعات داره، شما باید تبعاتشو بپذیرید. برای اینکه مثلا از این جنس میده که من هی توپا رو میفرستم، تعداد زیادی از این توپا از این الکترون ها میفرستم، وقت میدم اون طرح تداخلی به وجود میاد. اون طرح تداخلی رو حالا من میتونم توصیف بکنم، میگم تا قبل از اینکه به اینجا برسه من این معادله رو می‌نویسم و به هم اون طرح تداخلی رو میده، ولی هر دونه ایش به صورت بی ربطی یه جایی رو انتخاب میکنه. حالا اگر تعداد زیادی چیز بکنم میبینم که آها باید اون طرح تداخلی رو ببینم. Thank you.
نه، برای اینکه این چیزه؟ آره، برای اینکه این غیر تعیونیه، این تعیونیه. یعنی این با شرط اولیه معلومه چه اتفاقی میفته، این معلوم نیست. شما شرط اولیه رو بدید، سایتون معلوم میشه تشجیه. این نه، اگه معلوم نیست شما نمیتونید به صورت یه جوری اینو به این بچسبونیدش. من هم نمیتونم. نه 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 نه، در واقع مسئله همینه. کل دعوای کوانتوم که بعد از اینکه این ساختار داره، کل دعواش سر همینه. اینه که ببین، مثلا اینشتین یه چیز معروف داره که خدا تاس نمیریزه. خب چرا اینو گفته؟ برای اینکه اونایی که مثلا بور و هایزنبرگ و اینا گفتن آقا تاس میریزه، این که کجا رخ میده هیچ دلیلی نداره. خب این خیلی، ماها انسان‌ها خیلی به این وابسته ایم که علیت برقرار باشه. یعنی تمام پس ذهنمون یه اتفاقی افتاد، خب چی شد که این اتفاق افتاد؟ و انتظار داریم یه چیزی شده باشه که این اتفاق افتاده باشه. و وقتی یکی بیاد به آقا من نظریم اینه که آقا هیچ چی نمیشه که این اتفاق افتاد، نمیتونی دنبال دلیلش بگردی، آزارمون میده. برای همین تعداد زیادی آدم تلاش‌های فراوونی کردن که از این در برن، که اندازه‌گیری یا نه من یه جوری با یه مکانیزمی چیز بکنم. خیلی هم به نظرم، یعنی احتمالاً شاید منم هم بودم همین تلاشا رو می‌کردم، خیلی آزاردهنده است که ببین معلوم نیست چرا این اتفاق میفته. ولی چیز بود، حالا متاسفانه یا خوشبختانه تمام تلاش ها رو که چیز کردن، آزمایش باش طراحی شد و این تلاش ها به شکست خورد. به در نتیجه ما فعلا، حالا تا جایی که آزمایش کردیم، به نظر میرسه این تعبیری که ما میکنیم درسته. شاید یه چیز ببینیم، مثلا تا یه مدت قابل توجهی وضعیت زندگی بور و هایزنبرگ و اینا اینطوری بود که اینشتین یه آزمایش فکری میفرستاد که ببین اینجا میشه اینو اینطوری اندازه گرفت، اینطوری چیز بشه، مشکل چیز شما اینطوری به وجود میاد. و این بیچاره ها باید میشستن یه حساب کتابایی میکردن، یه جوری نشون میدادن که نه، هنوز در این چارچوب اینو میشه جواب داد. یکی از معروف تریناشون که خیلی هم باعث شد که ما درکمون از کوانتوم جلو بره، هنوز آدما وقتی چیز میکنن، یکی از مثالهای خیلی خیلی معروف، خیلی به درد بخوریه، یه در واقع سه نفر، اینشتین و پاولوسکی روزن، یه مسئله ذهنی مطرح کردن. گفتن که خیلی خوب، شما دارید میگی، قبول، من یه ذره درست، دو تا ذره کنار هم میذارم که این ذره در واقع چیز باشه، دو تا الکترون باشه و این دو تا الکترون مجموع اسپیناشون باشه صفر. اگر باشه، مثلا ما الان یه سری چیزا داریم، حالتشون اینطوری میشه. خب این یعنی که حالت اولی پایین، حالت دومی بالا. این یکی یه چیزه، این توی فضایی که فضای خطی که دارن یه همچین چیزی میگه. خیلی خوب، شما ادعا میکنید که وقتی دوتا الکترون داریم که تکان زاویه کلشون صفره، توی همچین حالتی قرار دارن. حالا این دوتا الکترون رو بدونید که اسپینشون کاری داشته باشین، جاشون رو چیز بکنید، یکیشو بفرستید اون سر دنیا، یکیشو بفرستید این سر دنیا. همچنان حالت اسپینشون توی این حالته. اصطلاحاً میگن این دوتا حالت در هم تنیدن، یعنی بسته به اینکه این پایین باشه این بالاست و برعکس. حالا میگه که حالا شما میخواید اندازه بگیرید، من که این سر دنیا، این سر کهکشانم، میام اینو
اسپین این وریه رو انزه میگیرم. اگر حرف شما اینطوریه که بدون هیچ دلیلی این معلوم نیست چی میشه، همین که من انزه گیری میکنم این اتفاق میفته، اگر این پایین در اومد بلا فاصله اون یکی که اون سر دنیاست باید بالا در بیاد و این فاصلهش مثلا چما میتونید بگید میلیارد سال نوری، و این یعنی که اطلاعاتی با سرعت بیشتر از نور دارید میفرستید اون بر و این مشکل به وجود. این یه ضربه خیلی به یه معنی مهلکی بود که خب بله اگر من اینجا تا به موج انزه میگیرم اون سر دنیا کی عوض میشه. حالا من باید جزئیات این نمیشم که خب چجوری این مسئله رد میشه. اینو مردم نشستن حساب کتاب، یعنی همون بور و آیزنبرگ و اینا نشستن چیز کردن، اطلاعاتی منتقل نمیشه، هیچ مشکلی وجود نداره. یه چیزی شبیه به اینه که دو تا توپ سفید و سیاه رو چیز بکنید تا ببینید این سفیده معلوم میشه اون یکی سیاهه. ولی بعدش یه چیزهای دیگه ای وجود میاد، میگه که آه من میتونم این دوتا رو که از هم دور کردم این ور ایکسش رو انزه بگیرم، مثلا اسپینش در راستای ایکس رو انزه بگیرم، اون ور در راستای وایش رو انزه بگیرم، یا هر راستای دیگه. یا آقای اومد این حساب کتابا رو کرد، گفت اگر معلوم باشه به هر دلیلی که وقتی ما اینو جدا میکنیم نتیجه اندازه گیری معلوم باشه، من اگر این راستا رو انزه بگیرم اون سر دنیا اون راستا رو انزه بگیره، تو این احتمالاتی که در میاد که مثلا این چقدر در میاد اون چقدر در میاد، یه نامساوی پیدا میشه، یعنی حتما باید فلان احتمال از فلان احتمال مثلا کمتر باشه. ولی رفتن اندازه گیری کردن دیدن نه اینطور نیست، بعضی وقتا بیشتر هم در میاد. یعنی این تصویر که این وقتی این حالت به وجود اومده من میخوام اندازه بگیرم، یه چیز اون ته هستش که معلوم میکنه بالاخره این حالت در میاد یا اون حالت، اینطور نیست، واقعا دستمون بسته است، نمیتونیم مثل اون سکه بگیم آها من چون نمیدونم مثلا با چه سرعتی زده شده، مثلا شما هوا چقدر تلاطم داشته نمیدونم که شیر میاد یا خط، اگه اونا رو داشته باشم میدونم. اینجا چنین چیزی نیست، هیچ چیزی نیستش که تعیین کنه که با پیامد آزمایش این حالته یا اون حالته، دقیقا با احتمالات بی دلیل این اتفاق میفته. این خب خیلی آزاردهنده است، این واقعا سخته. بعضی وقتا خیلی خوشحال میشن. کیا خوشحال میشن؟ مثلا یه عده‌ای که خیلی خیلی با جبر مشکل داشتن خوشحال میشن، میگن که مثلا یه عده قبل از این داستانا میگفتن خب ما قوانین رو داریم، شرایط اولیه رو بدیم تا تش معلومه. خب دیگه پس مثلا ماها معلومه فردا چی کار میکنیم، هیچ چیزی نداره. و خب خیلی آدم ها جبرگرا میتونستن بشن با این داستان. این که اومد خب بعضی خیلی خوشحال شدن، گفتم خب این چیز میکنه دیگه، معلوم نیست شرط اولیه رو دیم، معلوم نیست آخرش چی میشه، خب خیلی خوبه بس چیز میشه. ولی خب یه چیزی این وسط داره که آقا ربطی به نظر میاد بین اختیار و این وجود نداره، چون یه تصادفیه که رخ میده، من وقت اختیار من کلن در اثر تصادفه، خب این یکم بیمعنی میشه دیگه. آره دیگه یه چیز دیگه هستش که تصادفی اتفاقا داره میفته، من تصمیم نمیگیرم. خلاصه یه کمی این داستان ها از این جهت ها جالبه. من دیگه خیلی وارد جزئیات این چیزاش نمیشم، در عوض میخوام شروع کنم به این که خب حالا با این ساختاری که درست کردم چی کار میتونم بکنم، چه مسئله ای رو میتونم حل کنم. جانم نه هیچ مشابهتی در اندازه‌گیری با اصلا هیچی نداریم تو کلاسیک. اصلا شما وقتی کلاسیک حرف می‌زنید اصلا از اندازه‌گیر و نمیدونم مشاهده و مشاهده شونده و مشاهده کننده اصلا حرفی نمی‌زنید، میگین x این است،
نه 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 اصلا یه دینامیک دیگه است. شما هیچ چیز مشابهی تو کلاسیک برای این ندارید دیگه. قید یه چیز دیگه است. مثلا شما تو شرودینگر هم میتونید یه قید بذارید. میتونید بگید آه من ماده شدیم با این قید. ولی اون یه چیز دیگه است. بله. یعنی این داستان اندازه گیری کلن مسئله ما رو به هم میریزه. و میبینید که همین مثلا میگم تو اون مثال دو شکاف در واقع مشاهدمون رو میتونیم حالا توجیه کنیم. یعنی مدلمون منطبق شد بر مشاهدات. ببین من وقتی این چیز رو گفتم، دو شکاف الکترون رو گفتم، خب مشاهده رو گفتم. و من هیچ راهی نداشتم برای اینکه این مشاهده رو بتونم توصیف بکنم. حالا دارم. حالا یعنی در واقع مدلی ساختم که منطبق بر این مشاهده است. میگم این تا اینجا که میاد مدل موج براش حاکمه. بعد اینجا داره اندازه گیری رخ میده. بعد اون تحول دارم و این دوتا رو اون وقت میتونم هم خاصیت موجی رو ببینم توی سیستم، هم خاصیت ذره‌ای رو. چطوریشو میدونیم؟ به این معنی که با چه احتمالی چه اتفاقی میفته. ما تو فیزیک چرا خیلی نداریم به اون معنی. مثلا چرا زمین اینو میکشه؟ خب یعنی چی؟ چرا که نداره. میتونیم چطوریشو میتونیم بگیم؟ میتونیم نیرو برابر است با جی ام یک ام دو. این چطوریشو میتونیم بگیم. ولی چرا دوتا جرم همدیگر رو میکشن؟ این چرا رو ما نداریم تو فیزیک. دنیا اینطوریه. ما مدلمون ساختیم که با دنیا بخونه. حتما به آزمایشگر وابسته است. و یه جورایی به نظر میاد که نیاز به جسم کلاسیک داره. به جسم بزرگ داره. این برهمکنش دو تا جسم کوچیک که باعث اندازه‌گیری نمیشه. همچنان ما دینامیک شرودینگر می‌نویسیم. و بعد این سوال پیش میاد که خب حالا پس من یه جسم بزرگ دارم میذارم کنار جسم کوچیک، این اندازه‌گیری رو انجام میده. جسم رو کوچیک کنم چی؟ مثلا یه متری، خیلی خوب بکنمش یه سانتی، میلیمتری، میکرونی، نانومتری. یه جایی باید این عوض بشه. کجاست؟ یعنی مشکل از تفاوت دینامیک ما برای اجسام بزرگ. آره، حالا خیلی هم همیشه اینطوری نیست. این که دینامیک باعث تحول اندازه‌گیری بشه یا نه. مثلا فرض کنید که شما یه دونه دو قطبی رو بذارید تو میدان مغناطیسی ثابت یک نواخت، اندازه‌گیری رخ نمیده، تحول رخ میده. ولی به محض اینکه اینو یه کاری بکنید که غیر یک نواخت باشه، مثل اشتنگلاخت، این میتونه یهو اندازه‌گیری رخ بده. یکم پیچیده است. همه اینا هم برمیگرده به اطلاعات. اینکه آیا من میتونم بفهمم این اتفاق افتاده براش یا نمیتونم بفهمم. مثلا میگید که تاثیر این ما فقط بعد از اندازه‌گیری میتونیم بفهمیم چیه. تا وقتی اندازه نگرفتیم هیچی نمیدونیم. خب بریم مسئله حل کنیم. مسئله ای که میخوام حل بکنم خیلی مسئله ساده ای. یه موجوداتی هستن نیم رسانا، مثلا گالیوم آرسناید. اینا رو لایه یه چیزای دیگه میذارن، مثلا آلومینیوم گالیوم آرسناید. این که اینطوری بذارن، اون وقت الکترونی که تو اینجا قرار بگیره یا اینجا قرار بگیره یا اینجا قرار بگیره انرژیش فرق. من یادتونه یه دونه پتانسیل داشتم که وابسته به مکان بود.
من میتونم یه چیزایی بسازم مثل این که خیلی هم به درد بخورن، لایه نشانی کنم، یه لایه از این بذارم، بعد یه لایه از این، بعد یه لایه از این. فرقی که میکنه اینه که اگر الکترون تو این محدوده قرار بگیره یه پتانسیلی داره، تو اینجا قرار بگیره یه پتانسیل دیگه ای، و اینجا قرار بگیره یه پتانسیل دیگه. بسته به اینکه من چه روش ساختی داشتم، چقدر یعنی این نسبت آلومینیومی که اضافه کردم چقدر بوده، این پتانسیل هم میتونه فرق کنه. برای همین ساختن اینا اصلا خودش یه علمیه که خب اول از دل فیزیک در اومده، آدم‌ها سعی کردن اینو درست بسازن اینا، بعدن رفته توی مثلا مهندسی مواد یا چیزای دیگه اینو درست بکنن. بعد چیزی که میبینیم اینه که اگر الکترون اینجا قرار بگیره، مثلا پتانسیلش نسبت به اینجا تعداد چند دهم الکترون ولت بالاتر. یعنی من اگر اینو محور X اسمشو بذارم و عنوان تابع X پتانسیل رو بکشم، مثلا اینجا اینقدر، اینجا اینقدر، و دوباره برم کرد، و این مثلا فرض کنید مثلا 3 دهم الکترون. ممکنه این 3 دهم الکترون ولت چیز زیادی نیست، بستگی داره با چی میخواید مقایسهش بکنید. 3 دهم الکترون ولت اگر بخواید مثلا از این تای چاله بندازیدش بیرون با استفاده از چیزای فوتو الکتریک، خب به یه چیزایی مثل فروسرخ و اینا نیاز دارید. معمولا انقدری برای مثلا یه چیز بخواییم خیلی زیاد نیست، ولی به هر حال قابل توجه میتونه باشه، کم نیستش. برای اینه که این اگر این برسه به حدود چند الکترون ولت، این خیلی بزرگه، حتی با پرتوهای نوری هم به زحمت کنده بشه، باید بریم سراغ بنفش، ولی در این حد هم باز خیلی چیز نیستش. این پهنا هم باز دست ماست. من میتونم اینو فرض کنید اینجا 0 تا L بگیرم، میتونم اینو بسازم. یعنی آدم ها میرن توی آزمایشگاه با دقت فراوون این لایه نشانی انجام میدن، و بعد این لایه به تدریج، حالا اول یه مقداری آلومینیوم گالیوم آرسناید میسازن، بعد دروش اینو درست بکنن. مثلا فرض کنیم میتونن چند ده نانومتر بسازن، فرض کنیم مثلا 20 نانومتر، که لایه‌ای داریم که 20 نانومتر. حالا این لایه 20 نانومتری چی کار میتونه بکنه؟ حالا نکته جذابش همینه که من این لایه 20 نانومتری چیز میکنم. حالا فرض میکنم که چیز برقراره، تمام این مکانیزمی که برای چیز نوشتم، برای کوانتوم نوشتم برقراره. بنابراین من با یه همچین مسئله مواجه هم. این مسئله یک کمی شاید اول شروع کنیم سخت باشه اگر اینو محدود بگیریم. فرض میکنم انرژی ها خیلی بالا نیست، درچه این 3 دهم الکترون ولت خیلی زیاده. یه ساده سازی میکنم که پتانسیل رو اینطوری میگیرم، اینجا 0 و از 0 تا L و بقیهش بی نهایت، یعنی خیلی اون بالا مالا هست. بنابراین تقریبا خیالم راحته که الکترونی که گذاشتم اینجا میمونه. این طرف بود، خب نمیشد مطمئن بود که اینجا میمونه، یکم انرژی میگرفت، انرژیش از 3 دهم الکترون ولت بیشتر میشد، میتونست پخش بشه این طرف و اون طرف. الان اینجا فرض میکنم که اینطور نیستش، انقدر این سده بزرگه، یا به عبارت انقدر این چیز انرژیش کمه که ما مطمئنیم اینجا باقی. خب اینو انقدر زیاد گرفتم که مطمئن باشم اینجا میمونه. خب حالا شما کاغذ دارین؟ چاه پتانسیل، معمولا به این میگن چاه پتانسیل.
حالا شما میخوام کاغذ در بیارین، قدم به قدم این کاری که من میگم انجام بدید. یک، بنویسیدش. خیلی تیکه هایی که من میذارم خیلی تیکه های کوچیک، ساده و چیزیه، منتها میخوام این قدم ها رو بردارید یه بار با این مکانیزم آشنا بشید. چون کاغذ ندارید روی اینا می نویسید؟ نه، یه با خالی اومده. چی؟ خیلی عالیه، بنویسید. خیلی ساده است، یعنی فکر نکنید یه چیز پیچیده دادم. برای معادله شوردینگر رو یکم پیش نوشته بودم، پتانسیل هم که دادم چیه؟ آره هم من پیش هم فقط آره سای وی می‌نویسی. چرا صفره؟ صفره تو این بازه، صفره. بعد این آیچ خط نبود؟ این آیچ خط نبود معادله شوردینگر؟ این آیچ خط دیسای بدیتی شما هم نوشتین. خب بنویسین، خوب بنویسین، اینطوری قبول نیست. آفرین، چقدر ساده است. اش خط دو. آها اش خط چه زدین؟ شما نمی‌نویسین. خب بذارید من میرم بنویسم. خب خیلی ساده بود، معادلمون اینه. مساویست با h سای که h همون هست من های h خط 2 تقسیم بر 2m مشتق دوم سای نسبت به زمان، نسبت به مکان، بعدو به پتانسیل ضرب در سای. پتانسیل همونم تو این بازه چقدر؟ صفره. پس این شد معادله شوردینگر همون تو این چیز، به همین سادگی. خب بریم دو رو بریم این طرف. خب اینا رو دیگه فعلا پاک کنم، همین ساده سازیه رو نگه دارم. دو، فرض کنید سای هستش، سای ایکس و تی. از سای ایکس در ای به توان منهای آی ای تی به روی اچ خط. معادله شوردینگر مستقل از زمان برای سایه x را به دست. شما ولی باید میدونستید تو درس بود.
مستقل میگی خیلی راحت. راحت ها آره دیگه اینو دفعه بیشتر آوردم بر چرا نمی نویسی؟ نه این چرا اونجا می نویسی؟ چرا این همه جا هست چرا اینجا می نویسی؟ بذارید اینجا آره آره خب خب اینو بزنید تو ماده شرودینگر اونجا گذاشتم الان نمیدونم خب سای برون خب ببین در واقع من باید بنویسم یکم چیزه سای ایکس و تی باید بنویسم مثلا یه دونه چون اف ایکس در ای به توان منهای آی ای تی بروی هیچ خواهد تمام برای اینکه ما همچنان اینم تعبیر سای میخواییم بکنیم راحت تریم برای اینکه اینم بنویسیم سای حالا میتونیم اینو بنویسیم مثلا سایه بزرگ این یکی بنویسیم سایه کوچیک وقتی یه معادله در میاد برای این سایه کوچیکه معادله شرودینگر مستقل از زمان برای اینه واسه بدم برای این یکی بنویس خب اون معادله حاکم بر این آها اینجاست مشتق گرفتیم چیزی استاد خب باشه چیکارش بدیم به ایکس آره دیگه فقط این بر عوض میشه یعنی با وسته قسمت با وسته به زمان یا اون میپره نه؟ خب الان مشتاقی آفرین این میشه آفرین این ای بتا... اینجا این سایه هم می‌نویسین این یکی سایه ضرب در ای به توان آی ای تی این ای به توان آی ای تی هم میپره خیلی ببین تا وقتی دست نبرید به کار با اینکه آدم درسشو دیده باشه کارشو نمیتونه انجام بده خب من اینو میذارم توی ماده شرودینگر میشه آی اچ خط دی به دی تی سای ایکس دی به توان منهای آی ای تی به روی اچ خط باید برابر باشه با منهای اچ خط دو تقسیم بر دو ام دی دوی سای ایکس ای به توان منهای آی ای تی بر روی اچ خط به دیکس خب از این مشتق بگیریم یه دونه منهای آی میاره پایین یه دونه اچ خط تو مخرج میاره با این آی اچ خط میره یه دونه ای هم میاره پس یه ای کلن میشه در سای ایکس ای به توان منهای آی ای تی بر روی اچ خط و این میشه منهای اچ خط دو تقسیم بر دو ام خب مشتقی از این بگیریم این که تابع زمان مشتق به زمان نسبت مکان نداره میاد بیرون یه ای به توان منهای آی ای تی بر روی اچ خط داریم مشتق دوم اسمشو میتونم بذارم سایز گند ایکس اینا را میتونم بذارم و نتیجه اینه منفی اچ خط دو تقسیم بر دو ام سایز گند مساوی است با ای سای
سه حل کلی این معادله چیست؟ این معادله خب این اجسایه تا اجسای من اومدم نوشتم دیگه هم خب بنویس جواب کلیش چی میتونه باشه نوشتیم این سایز گند گذاشتم دیگه بله بله خب اون ضریبه آره دیگه درست متوجه باز اونجا این جزا میخوام بردارم خب یک کاغذ دیگه بردارید منفی داره درسته خب کار نمی کنه منفی اینجا این دو بار مشتق بگیرید منفی در منفی بهتون مثبت میده آی باید باشه یه آی دیگه اینه که برسه سینوس کوسینوس بنویسید یه تابعی رو پیدا کنیم مشتق دوم خودش متناسب با خودش بشه یا سینوس کوسینوس یا آره خب چی شد؟ خب چرا خط زدی؟ مشتق کامل نیست نه الان دیگه مشتق کامله دیگه چون سایه فقط تابع ایکس این یکی سایه فقط تابع ایکس خب بنویسیدش بس با آرامش و با سلامت بنویسید چی شد؟ یه معادل دیفرانسیل خب معادل دیفرانسیل بلد نیستم ببین نگید بلد نیستم یه تابعی بگید یه تابعی بگید که دو بار ازش مشتق بگیریم یه ضریبی از خودش یه ضریبی ازش چی؟ یه ضریبی ازش باید جمع بشه دیگه آره یه تابعی بگید دو بار ازش مشتق بگیرین شبیه خودش بشه چیه؟ این در میاد تقریبا خب خب یه تابعی نمیشناسین که دو بار مشتق بگیرین شبیه خودش بشه چیه؟ خب ببینید میگه سایز گند مساوی است با دو ام ای بروی اچ خط دو با یه علامت منفی در سای این یعنی یه تابعی باید پیدا کنم که دو بار ازش مشتق بگیرم بشه همچین چیزی کافی سای رو بگیرم آ کوسینوس کی ایکس علاوه بی سینوس کی ایکس اگر اینو حساب کنم سایز گند چی میشه؟ وقتی دو بار مشتق بگیرم کوسینوس یه بار میشه منفی سینوس یه بار دیگه خود کوسینوس میشه با یه دونه منفی کی دو اینم همون بالا سرش میاد
یعنی که سایزگون هست K2 برابر سای. پس این جواب درسته به شرط اینکه داشته باشیم K2 برابر است با 2ME به روی H خط. H خط 2. چی؟ کجاش؟ آها این که کی داره؟ نه آها 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 اینه جرم و فرع. آره اون مشتقگیری زمانیه. بله اون هم میگه ایکس دو نقطه هستش منفی اومگا دو ایکس. آفرین اینه اونه. اما یه خاطره ای دارم وقتی همسن شما بودم کوانتوم داشتین میخوندین، حالا یه همچین محاسباتی بود، بعد یه محاسبه بود دکتر روحانی هم درس میداد، حالا یه محاسبه خیلی بزرگتر و چیزتری بود انجام میداد و رفت مثلا دو تا تخته سه تا تخته نوشت یه سری از این کیا داشت که از همین جنس کی بود. بعد کلی چیز نوشته، بعد یکی دستشو بلند کرد گفت ببخشید این کی ثابت فنره؟ بعد مثلا فنر نداشتیم. بعد نمیدونم حالا فقط دنبال کردن احتمالاً یکدوم یه جایی فنره. برای این شما تا گفتید این کی مثل فنره گفتم مثل اون خاطره من شده. نه ولی شما درست میگید این معادله عین معادله جرم و فنره. بهش نمیگم ولی خب چیز خیلی خب. پس من چیز در آوردم منتها ببینید بهم میگه کی هر عددی میتونه باشه و در نتیجه ای هر عددی میتونه باشه به ازای هر کی و هر ای ما این معادله رو چیز داریم. ولی ایده ای که ما داریم قاعدتا باید این باشه. سوال هست ای حتما مثبته. ای اگه منفی باشه یعنی یه سیستمی دارید که با پتانسیل صفر انرژی کلش منفیه، یعنی تکانه باید یعنی انرژی جنبشی باید منفی بشه، مشکل می‌خوره. آها یادتونه تو اون چیزه تو اون رشته اتما که کنار هم بود همین بلا سرمون اومد که میگفتیم آقا مثل که او بی نهایت تا چیز داریم، ولی بعد چیز گذاشتیم شرط مرزی گذاشتیم و اون شرط مرزی به همون گفتش که کی ها این حالتهای گسسته میشن. اینجا ما انتظار داریم حالتهای گسسته ببینیم. برای اینکه حالتهای گسسته ببینیم من باید شرط مرزی بذارم. اگر اینجا پتانسیل بی نهایته اینجا بی نهایته یعنی باید اینجاها احتمال صفر باشه، یعنی باید این شرط مرزی اعمال بکنیم که در x مساوی با صفر و در x مساوی با L باید سای صفر باشه. پس قسمت بعدی اینه که جان برای اینکه نمیتونه از اینجا بره بیرون یعنی اینجا که پتانسیل بی نهایته احتمال حضورش باید صفر باشه دیگه. خب پس قسمت 4 شرط مرزی را اعمال کنید و ترازهای انرژی را بدست. شرط مرزی اینه که باید سایه x مساوی با صفر مساوی با سایه x مساوی با L مساوی با صفر باشه.
درست. خب ببین این چون معادل خطیه، خب حالا من میتونم چیز بکنم دیگه، یه دونه ای رو در نظر بگیرم. بله، فقط مثلا اینکه اینجا یه دونه ای به توان مثبت آی فلان قابل قبول، به توان منهای آی فلان هم قابل قبول، در چه دو تا جواب داره. و مثبت آی هم آفرین، که اون وقت این همین سینوس و کوسینوس رو بهتون میده. یا اینجا باید بگیرید ای به توان مثبت آی در این و ای به توان منفی آی در این. توی حالت دو آه یعنی یه شرط اولی اینجا میده، شرط اولی اونجا، باید اختلافشون میشه این هر دوش قابل قبول و یه ضریبی از اولی و علاوه یه ضریبی از دومی هم قابل. اگه x و 0 x و 0 بذارم جمع اون ضریبا میشه 0. آفره در این منطقه اینجا سینوس کوسینوس منسی راحت تره، اونم میشه به ترکیب خطی از ای به توان آی اکس برای ای به توان منهای آی اکس تقسیم بر دو میشه کوسینوس. آ باید 0 باشه؟ آ باید 0 باشه با این انتخابی که ما داریم. بله، چون اگر آ صفر نباشه در ایکس توی صفر نمیدید. خود فرق نمیکنه، بیم صفر میشه درسته؟ بله، الان این قابل هم برای این بده سون که این با بشه یه همچه. آفری بخلا یه هنوز آ مونده، این یه شرط مرسی دیگه هم لازم نه، حالا آ را هم میرسیم. نه شرط مرزی نیست. چرا؟ خب بعد بی سینوس کی ال صفر باشه. ال یعنی کی ال بعد ان این K چیز نیست. آه چون اونجا K N بذارید همون این دفعه رو باید بنویسیم دیگه جان. هم این دومی این میشه MP. آها آره MP و سینگاتور رو باید بنویسیم. یه سری معادل جوابای خطی رو باید جواب. چرا؟ آخرش جواب کلی اینه، ولی من فعلا دارم ترازای انرژی در میارم. دو پی تقسیم بر آن باشه دو اما یعنی تا ایامون برش بینهایت. آره آره، نه فقط کامون وقت باید چیز باشه دیگه. کامون هر چیز میتونه باشه؟ نه نه، برای اینکه باید یک کاری بکنید که هم تو صفر این صفر بشه هم تو ال یه چیزی باید باشه. آره سعی نیست. نه آره هم سوال نه تا همشه خیسته است. آره بعد مشتقش هم شوی بسن. اگر پتانسیلتون خوش رفتار باشه بله، ولی اگر بد رفتار باشه نه. آره بعد خیلی پتانسیل بد رفتار باشه تا خودش ناپیوسته بشه. خب خب این معادله رو اگر چیز بکنم، اگر x رو صفر بذارم سایه x مون میشه b میشه a ضرب در 1 و b kx x رو صفر بذارم این صفر میشه و این باید صفر باشه، این یعنی که a مساوی با صفر، x سایه صفر. سایه l میشه حالا A که صفره هیچ، فقط B میمونه، B سینوس KL و این باید صفر باشه.
اگه بیو صفر بذاریم که یعنی سای اصلا نداریم، که خب مورد نظر ما نیست، پس بیو صفر نمیذاریم، باید این سینوس صفر باشه. اگر سینوس صفر باشه یعنی KL باید برابر باشه با NP که N یه عدد صحیحه، که N عدد در واقع طبیعیه، 1-2 تا بی نهایت میتونه باشه. پس این به این میگه که K هستش NP الوم. از روی این که من میتونم انرژی رو در بیارم، در واقع از این دارم ای هستش که دو تقسیم بر دو ام اچقدر و این اون وقت به هم میگه که انرژی هستش اچقدر دو به جای که دو میشه ان دو پی دو، یه دونه L2 دارم، یه دونه دوم هم داشتم. که N میتونه 1-2-3 همطور تا آخر باشه. الان ای دست ما که L تو آزمایشگاه ما L رو چیز میسازیم دیگه، بعد یه ای در میاد. مثلا اینکه شما با یه فنر می فنر میتونید سختیشو کم و زیاد بکنید، میرید حالا با اون آزمایش میکنید. الان چون که ما مثلا یه موجی که داریم سایی به عنوان موج داریم، این موجی که داریم موج ایستاده بشه داخل اون ال که سر و تهش همیشه صفر بشه، اینطوری میتونید تعبیر بکنید. بعدش الان ما میتونیم ال رو کم و زیاد کنیم یا ای رو کم و زیاد کنیم؟ میتونیم یعنی چی؟ به عنوان آزمایشگر. به این آزمایشگر ما اول نمونمون رو میسازیم با یه لایه نشونه، چون نمونه ساخته شده دیگه الو دست نمیزنیم. ای رو هم بستگی داره، ممکنه بتونیم دست بزنیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم نور بتابونیم از یه ترازی اینو بفرستیم به یه تراز بالاتر یا برگرده به اون چیز بده و این کار رو میکنیم. چی؟ آره یه جایی هستش که من میتونم عوض بکنم. کجا؟ من الان اینو برای چیزا ساختم، برای این ماده‌ای که چیز بوده، ولی من میتونم میدان الکتریکی اعمال بکنم و تو میدان‌های الکتریکی اون وقت پتانسیل رو عوض بکنم. مثلا اگر توی بازه کوچیکی یه میدان الکتریکی قوی ایجاد بکنم، فقط تو اینجا مثلا یه میدان الکتریکی داشته باشم که اینم قویه، اون وقت معنیش اینه که اینجا پتانسیل ثابته، یه و پتانسیل عوض میشه، اینطوری میشه. خب حالا میتونم یه میدان الکتریکی اینجا هم برعکسش بذارم و باز دوباره اینطوری میشه، میتونم چاله رو شبیه سازی کنم. کار سختیه اگر بخوام با اون ابعاد و مقیاس‌ها این کارو بکنم، ولی آدما میکنن این کارو. میکروسکوپ الکترونی در واقع همینطوری ساخته میشه. اینطوری که نه ولی شبیه بیم. پس من یه پتانسیل میتونم اینطوری درست بکنم. حالا میتونم بگم که آقا میدان رو به جای اینکه اینجا درست بکنی یکم اون ورتر درست کنی. اینجا یه کمی دستم بازتره برای اینکه الو دست بزنم. این برمیگرده اینکه چی ساختید، چی کار دارید میکنید. خب اگر بی رو صفر میذاشتیم سای صفر میشد، یعنی هیچی به هیچ، یعنی چیزی ندارید. یعنی میگید من یه چاله دارم که الکترون توش نیست. آره یعنی آره این هم یه جوابه که آقا یه چاله دارین بدون الکترون. خب ببین من یکم اینجا بذاریم قبل اینکه شما سزونی یکم بحث بکنیم چجوریه. این صفر تا الونه، ترازای اول و دوم و سوم اینا رو میتونم بکشم. تراز اول سای به عنوان تابع چیز میشه اینطوری، این تراز اول سای بذار اسمش رو بذارم سای یک ایکس. این یعنی که ویژه حالت انرژی اوله، یا مثلا به زبان اتم اینا بگیم اوربیتال اول انگار،
و انرژیش هم حالا میتونیم چیز بکنیم. دومی چنین چیزیه. سومی چنین چیزیه. و همینطور تا آخر. اما خود سای خیلی مهم نیست. این مهم هستا. چیزی که مهمه اندازه سای به توان میدون. که اون وقت مثلا برای حالت اول میشه اینطوری. برای حالت دوم میشه اینطوری. برای حالت سوم حالا اینا یکم پایین تره. و برای حالت سوم مثلا سه تا قله داره. همینطور تا آخر. و این یعنی چی؟ یعنی احتمال حضور الکترون تو این حالت، تو این حالت، تو این حالت جاهای مختلف چیه؟ حالا مطمئن من یه چیز رو تعیین نکردم و این بی است. چجوری تعیینش کنیم؟ باید احتمال کل یک بشه. پس پنج اینه که فازه. فقط از سایه X برای هر کدوم از ای یا برای هر کدوم از قاعدتاً آره B میتونه تابع K باشه. حرفتون اینه. آره چون ایامون متغیره. آره چون توش تابعهای متفاوت داره. کدوم اوربیتال باشه. ولی میتونید حالا ببینید چی در میاد دیگه. یعنی من باید یکی از چه یا رو مثلا یک مثلا این مساوی 1 رو بیام در بیارم که انتگرالش B برای اون چقدر مثلا. نه. برای همه‌شون باید دونه دونه جدا جدا حساب بکن. ولی از قضا تو این مسئله در میاد که همه یکی هم. قطعت کردین دیگه با اینا؟ نه برای من جالبه چون من سختم با اینا. بخیر رفتیم توی کاغذ دیم بازم چیز ها چه مقاومتی دارید نمیدونم سیگما چیه؟ اینجا نباید جمع تمام آره ولی اینجا انتگرال داریم دیگه. آره انتگرال از صفر تا ال اندازه سای به توان دو باید بشه یک. و الان یه الی گرفتیم دیگه. مثلا یک میگیری؟ نه بذار هر این دلخواهی صفر تا ال. آها دی ایکس آره یه دی ایکس هم دارید دیگه انتگرال دی ایکس. خیلی خوب. ببینید کندید اینا رو باید سریع بتونید بنویسید. این میشه بی دو بی یه عدد حقیقی میگیرم البته میشه مهمی هم گرفت اشکالی نداره در سینوس دوی
kx dx مساوی باید باشه با 1. ببینید سینوس تو یه خاصیتی داره که متوسطش چقدره؟ 1/2. به خصوص حالا متوسط وقتی میگیریم که از یه جایی که از صفر شروع کرده به صفر هم تمام میشه، این کار درسته. پس این میشه 1/2 ضرب در طول مسیر. پس این میشه d2 ضرب در l2 مساوی با 1. پس b مساوی با رادیکال 2. این سرعت باید در این حد باشه. بگم چی؟ ببین چیزی که باید داشته باشیم اینه که انتگرال سای 2 دی ایکس میشه کل احتمال باید 1 باشه. همین باشه. آها گفتم سینوس تو چجور تابعیه؟ سینوس تو اینطور تابعه. خب اینجا هم یک، این تابعی که این ورم هست یعنی این تیکم این اون زیری هست. پس اما از اینجاها تا اینجا مثلا بخوام بگیرم نصفی پایین داره نصفی بالا داره. پس بعد این مساحت رو تقسیم بر 2 بکنم. این مساحت میشه L ضرب در 1 یه تقسیم بر 2. نه هم ساده. خب حالا قسمت آخر فرض کنیم L مساوی 20 نانومتره و چیزمون هم 2 الکترون ولت بود، 3 دهم الکترون ولت. تا چه اینی تقریبا کار ما درست است. چی منفی باشه؟ آره در واقع میتونست بی این باشه. هیچ فرق نه. ده تا منفی سی بگیرید. خط دو تا منفی 34. خب یکم شما بگین. من یه فرضایی که مثلا ساده کردم. چه ساده کردم؟ آره من فرض کردم انرژی الکترون کوچکتر از اون ارتفاع چاه است. آره نه مثلا ممکن برای 1 و 2 و 3 برسیم بعد از 5 به بعد دیگه آفرین. این انرژی EN رو باید مقایسه بکنید با اون ارتفاع چا. ده. خب عدداتون رو بگید. تا حالا یه 2 داشتیم، یه 10 داشتیم، 500 داریم دیگه.
عدد دیگه نداریم. چی؟ خب چند؟ ده به توان پنج. من شده یکی باید بگه یک دیگه، زیر یک که نمیتونیم بریم البته. خب ما یه اچ خط دو داریم، یه پی دو داریم، بذاریم فعلا ان دو رو بذارم کنار، تقسیم بر دو ام ان دو. اچ خط میشه ده به تمام منفی 64 68، پی دو میشه 10، ام یه دو ضرب در 10 به توان منفی 30، ال هم 4 ضرب در 10 به توان منفی 16. نه؟ خب میشه 46، درسته؟ چی؟ حالا اندو هم حالا بذاریم انرژی پایه رو دارم حساب کنم. این 4 2 8 تقریبا این میگیریم 10، این میکنیم 45. آن 10 اون با اون میره، این با این تقریبا میره، این میشه 10 به توان چند؟ یه دونه من 22. چی؟ این چیه؟ جول. و این تقریبا هست 10 به توان 3 الکترون ولت. بخش منفی 3 الکترون. خب حالا من باید ببینم این تقریبا هست مثلا 300 برابر این. هر n که میبریم بالا این n2 انرژیش بزرگ میشه، یعنی این رادیکال 300 رو تقریبا باید پیدا بکنه. رادیکال 300 چند میشه؟ 17-18 میشه. یعنی تا تراز 17-18 این حالا خیلی هم به 17-18 نزدیک نشین، تا تراز 10 اینا فکر کنم عددهای خوبی داریم، ولی از اون به بعد حتما یه تغییراتی باید بدیم که من دفعه بعد میرسم به اون تغییرات. دقت هم بکنید تراز اول اینجا باشه، مثلا این صفره، این تراز اول اولا غیر صفره، تراز دوم 4 برابر اینه، تراز بعدی 9 تا از این باید بریم بالا، اینجاست این تراز شماره 3، تراز 4 هم دیگه میزنه به سقف. خب این چقدر ترازا چیز میشه، ما وقت میتونیم این اختلافا یه نوری بدیم، از این رو بندازیم اینجا یا برگرده، اون وقت به ما همون نور رو پس بده و از اونش رنگ بسازیم. خیلی خوش باش. طاقه موجه یه ها عوض میشه بود خب بالا چه دوست هم از مات